بسم الله الرحمن الرحیم. پوهنتون جامعه، پوهنځی اقتصاد و مدیریت، مضمون ریاضی دوبامه، استاد غلام حسن ایدری، به سمسر دوم پوهنځی اقتصاد و مدیریت بسیار بسیار خوش آمدین. درس ما و شما هست بر روی مورد استعمال مشتق. باز هم موضوعاتی که ما و شما داریم دیگه همو قضیه مکلارنس باز من از تابع که ما و شما داریم ای به توان چیه؟ ای به توان ساین اکس. بعد از اون ای به توان ساین اکس که شما گفته شما مشتق رو بگیریم، مشتق چند نمر بگیریم؟ مشتق چهارم رو بگیریم. یعنی با فرمول که شما وضع میکنین تا چند نمر وضع کنیم؟ تا چهارم وضع کنیم. ما و شما فرمول داریم. فرمول ما و شما که هست اف ایکس مساوی میشه به چی؟ اف ایکس مساوی میشه به اف صفر. باز این فرمول ما و شما هست. ما و شما این فرمول در نظر میگیریم، با در نظر داشت همین فرمولی که ما و شما داریم چیکار میکنیم؟ قیمت ها خور به دست میاریم. خب از اینجا اولین موضوعی که ما شما داریم اف صفر داریم. اف صفر یعنی به عوض از این تابع به جای ایکس چی وضع کنیم؟ صفر وضع کنیم. نوشته میکنیم که اف صفر میگیم که مساوی میشه به خب اف صفر که ما شما محاسبه کنیم، نوشته میکنیم که اف صفر میگیم که برابر با به عوض نوشته میکنیم که ای به توان ساین صفر. خب می نویسیم که ای به توان چی؟ ای به توان ساین صفر. ای به توان ساین صفر که نوشته کردیم میگیم که مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به یک. میشه به خاطر که ساین صفر یا صفر صفر به یک، ای به توان صفر یعنی ای به توان صفر میشه که حاصل از این مساوی به چند میشه؟ حاصل از این مساوی یک میشه. بعد از اولین موضوعی که من به دست میارم نوشته میکنم که اف زبر ایکس محاسبه میکنم. اف زبر ما ایکس که محاسبه کنم، مشتق ساین ایکس که بگیریم، نوشته میکنیم که کوساین ایکس ضرب ای به توان ای را نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که ای به توان ساین ایکس. باز بعضی میگم که مساوی میشه به صفر که قیمت بگذارم. خب ای حاصل از ای به واسه به بعد قیمت رو میگذارم، نوشته میکنم که اف زبر صفر میگم که برابر با چی؟ اف زبر صفر میگم که برابر با اینجا می نویسم که کوساین صفر باز بعد از ضرب ای به توان ای را می نویسم که ساین چی؟ ساین صفر. بعد از میگم که مساوی میشه به ببینید کوساین صفر چند میشه؟ یک میشه. ای به توان صفر قیمت چند میشه؟ یک میشه. یک ضرب یک مساوی به چند میشه؟ مساوی به یک میشه. این هم پیدا شد. میایم اف دو زبر چی به دست میارم؟ اف دو زبر ایکس به دست میارم. اف دو زبر ایکس که به دست بیارم، قبل از اینکه من اف دو زبر ایکس به دست بیارم، همی ای به توان ایکس یعنی چی؟ ای به توان ایکس یعنی وای است. یعنی وقتی که وای باشه ببینن من یک زبر ادیر پاک میکنم، می نویسم که چی؟ نوشته میکنم که کوساین ایکس. می نویسم که کوساین ایکس باز برای ضرب چی؟ ضرب وای می نویسم دیگه. برای تو که به این شکل نوشته کردم، برای از اینکه موضوع مثلا از پیش ما اشتباه نشه، من وای ضرب چی نوشتم؟ ضرب کوساین ایکس نوشته میگم، چون که معلوم شه که این جگی امی وای به برنامه‌نوشته کنم، این معلوم میشه مثل از این معلوم میشه که زاویه ازی باشه، یعنی کوساین ایکس وای باشه. خب بعد از اون من چیکار میکنم؟ مشتق از این به دست میارم. مشتق که به دست میارم نوشته میگم که اف دو زبر ایکس میگم که مساوی میشه به وای که مشتق به دست بیارم چی میشه؟ وای زبر میشه. نوشته میکنه که وای زبر کوساین ایکس خود از است، یعنی اینجی باید مشتق حاصل ضرب کار کنم. باز باید کوساین ایکس خود از است، مشتق کوساین که بگیریم منفی میشه. پس نوشته میکنه که منفی وای ضرب چی؟ ضرب ساین ایکس میشه. ان حالا باز بعد از چیکار میکنیم؟ ما شما قیمت ها خود وضع میکنیم. می نویسیم که اف دو زبر چی؟ اف دو زبر صفر میگیم که مساوی میشه به ببینن داریم که وای زبر. وای زبر یعنی همین اف زبر صفر دیگه. قیمت چنده؟ یک. نوشته میکنیم که یک ضرب چی؟ ضرب کوساین. اونم نوشته میکنیم که صفر. باز بعد از منفی اینم نوشته میکنیم که وای ضرب ساین صفر. ببینن این قسمت که هست یه حد کلا صفر میشه، به خاطر که ساین صفر قیمت صفر، صفر ضرب وای خود وای. پس اف دو زبر هم میگه که مساوی به چند میشه؟ مساوی به یک میشه. وقتی که اف دو زبر هم مساوی به یک شد، میایم چی محاسبه میکنیم؟ نوشته میگیم که اف سه زبر به دست میاریم. اف سه زبر ایکس که ما و شما به دست بیاریم میگیم که مساوی میشه به اف سه زبر ایکس. خب ببینیم از اینجا وای که مشتقل بگیریم دوباره و نوشته میگیم که وای دو زبر باز برات بیارم، نوشته میگیم که کوساین چی؟ کوساین ایکس خود از این هست. باز نوشته میگیم که منفی وای زبر خود از این هست، مشتق کوساین که بگیریم، نوشته میگیم که چی؟ نوشته میگیم وای زبر ضرب ساین ایکس. بعد از همین مشتق حاصل ضرب به این جمع تطبیق میکنیم، نوشته میگیم که منفی وای مشتق بگیریم وای زبر ساین ایکس. چیکار میکنیم؟ ساین ایکس خود به این مرحله اول مینویسیم. وقتی به این مرحله اول نوشته کردیم باز بعد نوشته میگیم که منفی وای خود از این هست، وای خود از این هست، وای خود باشه مشتق ساین که بگیریم، نوشته میگیم که میشه به چی؟ میشه به کوساین ایکس میشه. بعد از
همون حدودی که ساین داره، یعنی این حدم ساین داره، این حدم ساین داره، وقتی ساین داشته باشه ساین صفر مساوی صفره که وقتی بگذاریم اینا صفر میشه. برای اینا که صفر شدن میایم به استپ بعدی، به استپ بعدی که هسته ما شما نوشته میکنیم که f سزا بر f سزا بر x میگیم که مساوی میشه به y دو زبر. قیمت چند داریم؟ y دو زبر قیمتی داریم که 1، یا همین f دو زبر قیمت داریم که 1. نوشته میگنیم که 1 ضرب کسان 0 درجه هم هسته 1. این حد صفر شد، این حد هم صفر شد، باز بعد نوشته میگنیم که منفی y ما قیمت رو هسته 1، کسان 0 هم قیمت رو هسته 1، یعنی y سه زبر یا مشتق سوم از این مساوی چی میشه؟ مساوی 0 میشه. میم با مشتق چهارم میاییم، با مشتق چهارم که آمده ما و شما سعی میکنه که مشتق چهارم باید که چی رقم بگیریم؟ میگیم که مشتق چهارم x برابر با، ببینین همین y دو زبر که مشتق بگیریم y چند میشه؟ y سه زبر میشه. که من y سه زبر چیکار میکنم؟ مینویسم. وقتی که من y سه زبر نوشته کنم کوسین x هم چیکار میکنم؟ کوسین x هم خودم مینویسم. باز نوشته میکنه که منفی y دو زبر خود از این است، مشتق کوسین که بگیریم چی میشه؟ ساین میشه. با این منفی به خاطر نوشته کنم که چون که مشتق کوسین منفی ساین میشه، به این خاطر من علامه منفی نوشته کنم. باز بعد از اون منفی y زبر که مشتق بگیریم y دو زبر میشه. نوشته میگه y دو زبر ضرب چی؟ ضرب ساین x. y دو زبر ضرب ساین x ما و شما نوشته کردیم. باز به مرحله بعدی نوشته میگه که چی؟ نوشته میگه که منفی y زبر خود از این هست، y زبر خود از این باشه، مشتق ساین که بگیریم میشه به چی؟ میشه به کوسین x. خب به این حد هم چیکار شد؟ به این حد اول و به این حد دوم موضوع علا فصل شد. من تا ای و ای که هسته هر دو تا اینا مساوی هم، پس به اینا که هسته یک دوی که مثلا ضرب کنم مداشن. چرا کیر که ما ای وای زبر ساین اکس با وای زبر ساین اکس چی میشه؟ دو وای زبر ساین اکس میشه. دو وای زبر ساین اکس که هسته من دور خود بنویسم، دور که خود بنویسم، باز بعد از دیگه موضوع علا فصل میشه. به قسمت بعدی ما شما چی داریم؟ داریم که y ضرب کوسین x داریم. y ضرب کوسین x که داره داشته باشه نوشته میکنیم که منفی y مشتق بگیریم y زبر بشه. باز بعد از کوسین x چیکار میکنیم؟ خود می نویسیم کوسین x خود نوشته ایم. باز بعد نوشته میگه منفی در منفی مثبت میشه. باز بعد از y خود می نویسیم مشتق ساین که بگیریم کوسین که بگیریم حاصل چی میشه؟ حاصل میشه به ساین x میشه. خب ببینین فورا همون حدودی که وای ساین داره، یعنی یکی ساین داره، یکی ای ساین داره، ای دوتا باز بر از این حد بعدی آخری هم که هسته ساین داره ای هم چی میشه؟ ای صفر میشه. وقتی که صفر شد ببینین وای سه زبر ما شما مساوی به صفره. وای سه زبر که مساوی به صفر باشه همون حدی که وای سه زبر داشته باشه ای هم چی میشه؟ ای هم صفر میشه. به این دو حد بعدی که هسته ببینین اینجا ما داریم که 2 y زبر کوسین x، اینجا هم داریم که 1 y زبر کوسین x. اصل از چند y زبر کوسین x میشه؟ حاصل 3 y زبر کوسین x میشه. پس نوشته میکنیم که f4م چی؟ f4م x دیگه، نه f4م البته 0 نوشته میکنم. نوشته میکنم که f4م 0 میگم که مساوی میشه به باز بعد از اون از اینجا نوشته میکنم که منفی 3 y زبر قیمت چنده؟ y زبر قیمت یا همین f زبر قیمت هست ضرب 1. باز بعد از اون ضرب کوسین 0 درجه هم قیمت هست چند؟ 1. در نتیجه این مساوی چی میشه؟ مساوی به منفی 3 میشه. وقتی که این مساوی به منفی 3 شد بعد از اون ما شما چیکار میکنیم؟ همین قیمت هایی که ما پیدا کردیم به این فرمول چیکار میکنیم؟ وضع میکنیم. به این فرمول که وضع کردیم باز بعد سعی میکنیم که چی میشه دیگه؟ میایم به قسمت بعدی، میایم به قسمت بعدی که آمده این فرمول می نویسیم، فرمول که ما شما نوشتیم. باز بعد از اون قیمت ها خوب به این فرمول وضع میکنیم. نوشته میکنیم که fx به عوض fx ما شما داریم که e بتا 1، نوشته میکنیم که ساین چی؟ ساین x. وقتی که e بتا 1 ساین x باشه میگیم که مساوی میشه f 0. f 0 قیمت چند بوده؟ 1 بوده. جمع اینم نوشته میکنیم که x ضرب f ضرب x هم قیمت چند بوده؟ x. f ضرب x هم قیمت بوده که 1 بوده. x ضرب کنه پس خود 1 مثبت. اینم می نویسیم که x مربع بر 2 فاکتوریال، x مربع بر 2 فاکتوریال که نوشته کنیم f دو زبر 0. f دو زبر 0 قیمت چند بوده؟ f دو زبر x قیمت بازم 1 بوده. پس من اینم چند نوشته میکنم؟ نوشته میکنم که اینم بازم نوشته میکنم که 1، یا ضرب 1 هم که بکنم بدون تغییر وارد نمیشه. x مشتق سوم که هسته یعنی f سه زبر 0، 0 ضرب دی کلا چی میشه؟ 0 میشه. باز نوشته میکنیم که مثبت. قیمت آخری که ما شما داریم نوشته میکنیم که x به توان 4 بر چند؟ بر 4 فاکتوریال. x به توان 4 بر 4 فاکتوریال تا نوشته کردیم. مشتق 4 رو در نظر میگیریم. مشتق 4 قیمت چند بوده؟ منفی 3 بوده. وقتی که منفی 3 باشه از اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که ضرب منفی 3 دیگه. بعد از اون یعنی سب دیگه ساده سازی میکنیم، نوشته میکنیم که ای بتا 1 ساین x خود از این هستن، میگیم که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به یعنی جمع x مربع بر 2 فاکتوریال یا 2 خود از این هستن.
باز بعد از دو اینجا منفی میشه، چرک مثبت در منفی منفی میشه. 4 فاکتوریال یعنی 24، 1 سه بس 8 سه 24. الان نوشته میکنم که x به توان 4 بر x به توان 4 بر الان نوشته میکنم که 8. از اینجا ای به توان ای کلن این سوال چکار میشه؟ خلاص میشه. این سوال که کلن خلاص شد، بعد از اون میایم به سوال چی میایم؟ میایم به سوال هم بعدی میایم. به سوال بعدی که بیایم سعی کنین از اینجا که انسه وای مثلا میشه به لعن چی؟ سوال داریم که وای مثلا میشه به لعن یک مثبت ساین اکس باز بعد تا اکس به توان چند تا اکس به توان 4 ما باید چیکار کنیم پیش ببریم؟ خب وقتی که این کارو بکنیم اولین کاری که میکنیم ما وای چی درست میاریم؟ وای اف ایکس که هسته اف ایکس یعنی لان یک مثبت ساین ایکس. خب نوشته میکنیم که اف ایکس ما مساوی میشه به لان یک مثبت چی؟ یک مثبت دیرم نوشته میکنیم که ساین ایکس. وقتی که لان یک مثبت ساین ایکس نوشته کنیم نوشته میکنیم که اف ایکس ما شما مساوی میشه به لان خود از این هسته یک مثبت دیرم نوشته میکنیم که ساین صفر درجه. خب ببینین میگن که این مساوی میشه به ساین صفر درجه جنس چی؟ صفر. صفر جمع یک خود یک مساوی میشه به لن یک که لن یک هم مساوی به چیه؟ مساوی به صفره. بعد از این اولین قیمت که ما به دست آوردیم بعد از این اف زبر اکس به دست میاریم. اف زبر اکس که ما شما به دست بیاریم یعنی مشتق از این بگیریم. مشتق از این که بگیریم لن، لن میشه یو زبر بر یو. یعنی چی؟ یعنی یک مثبت ساین اکس مشتق بگیریم که حاصل چی میشه؟ حاصل میشه به کوساین اکس باز برای نوشتن بر گیرم بنویسیم که یک مثبت ساین اکس بنویسیم. وقتی که چنین موضوعی شد به استپ بعدی یا در مرحله بعدی نوشته میکنیم که اف اف زبر چی؟ اف زبر صفر. اف زبر صفر که ما بنویسیم میگیم که مساوی میشه به اینجا بنویسیم که کوساین صفر بر مخرج را نوشته میکنیم که یک مثبت را بنویسیم که ساین صفر. بعد از اون میگیم که مساوی میشه به کوساین صفر درجه هست یک تقسیم ساین صفر درجه هست صفر. صفر جمع یک خود یک، یک بر یک مساوی به چند میشه؟ مساوی یک میشه. از اینجا اف زبر صفر ما شما چیکار کردیم؟ به دست آوردیم اف زبر که میایم به اف دو زبر میایم. اف دو زبر ایکس که ما شما به دست بیاریم. خب قبل از اینکه ما شما به اف دو زبر ایکس ما بریم میشه که همین رابطه ما شما چیکار کنیم؟ ساده سازی بیشتر بکنیم. ساده سازی بیشتر رو بکنیم یعنی چیکار میکنم؟ طرفین وستنگ میکنم. طرفین وستنگ که من این رابطه رو بکنم حاصل چی به دست میاد؟ نوشته میکنم میشه به یک مثبت ساین ایکس ضرب چی؟ ضرب اف زبر ایکس دیگه. خب من به عوض اف زبر x به خاطر که آسان تر هستم من چی نوشته میکنم؟ من y زبر نوشته میکنم. نوشته میکنم که ضرب y زبر مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به کوساین x دیگه. بعد از این رابطه که هست سیوا سیوا مشتق میگیرم. یک مثبت ساین x که مشتق بگیریم حاصل میشه به کوساین x باز بعد از ضرب چی؟ ضرب میرم نوشته میکنم که y زبر. بعد از اون نوشته میکنیم که جمع y زبر که مشتق بگیریم چی میشه؟ y دو زبر میشه. نوشته میکنیم یک مثبت ساین x خود از یاست ایرم نوشته میکنیم که y دو زبر. اینجا مشتق حاصل ضرب به این طرف هم مساوا چیکار شد؟ تطبیق شد. میگن که مساوی میشه و مشتق ساین کوساین را که بگیریم حاصل چی میشه؟ حاصل منفی ساین x میشه. وقتی منفی ساین x بشه ببینید قیمتا خور وضع میکنه. قیمتا خور که وضع کنه اینجا کوساین صفر به دست میاره. نوشته میکنیم که کوساین صفر ضرب چی میشه؟ ضرب وای زبر. باز بعد جمع ایرم نوشته میکنیم که یک مثبت ساین صفر ضرب چی؟ ضرب وای دو زبر. باز بعد میگیم که مساوی میشه و اون طرف هم هرچی که هست صفر میشه چون که ساین صفر درجه قیمت چیه؟ صفره. ببینید از این نوشته میکنیم که وای زبر باز بعد جمع ساین صفر درجه هست چند؟ ساین صفر درجه هست صفر. صفر جمع یک خود یک ضرب وای دو زبر خود وای دو زبر برابر با چی؟ برابر با صفر. از این وای زبر هم که هست ما و شما یا همین اف زبر قیمت رو داریم چند داریم؟ یک داریم. وقتی که یک داشته باشیم پس به این شکل میشه میشه به وای دو زبر جمع یک باز باز میگیم که مثلا میشه به صفر. در نتیجه وای دو زبر یا مشتق دومی میگیم که مثلا میشه به چند؟ مثلا میشه به منفی یک. خویی که مثلا به منفی یک پیدا شد همین رابطه که ما و شما داریم همی رابطه میایم از این چیکار میکنیم؟ میایم از این مشتق دو مشتق بعدی میگیریم. مشتق بعدی که بگیریم یعنی مشتق سوم چیکار میشه؟ به دست میاد. برای محاسبه مشتق سوم این رابطه چیکار میکنیم؟ مورد بررسی قرار میدیم. اول من از وای زبر مشتق میگیرم. از وای زبر که مشتق بگیرم نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم وای دو زبر. باز بعد از کوساین ایکس خود رو مینویسم علاوه بین اینا جمع مون تو چون که مشتق کوساین منفی ساین میشه منفی نوشته میکنم. نوشته میکنم که وای زبر ضرب منفی ساین ایکس. اول وای زبر رو مینویسم نوشته میکنم که منفی وای زبر ضرب چین ضرب ساین ایکس. وقتی که این رقم نوشته کردم نوشته میکنم که جمع یکی بعدی هم نوشته میکنم که اول وای دو زبر نوشته میکنم یا مشتق وای دو زبر که بگیرم حاصل چی میشه؟ مشتق وای دو زبر که بگیرم وای سه زبر میشه. که من نوشته میکنم که وای سه زبر. وای سه زبر که من نوشته کردم یک وای اضافه نوشته کردم باز بعد نوشته میکنم که وای سه زبر. وای سه زبر که نوشته کردم یک جمع ساین ایکس خود از این هست.
باز علامه جمع میدم برای از علامه جمع که دادم یک مثبت ساین ایکس مشتقل میگیرم کاسل چی میشه؟ حاصل میشه به کوساین ایکس. نوشته میکنم که وای روز بر ضرب چی؟ ضرب کوساین ایکس نوشته میکنم. میگم که مساوی میشه به و منفی ساین ایکس الان که مشتقل بگیریم حاصل چی میشه؟ میشه به منفی کوساین ایکس میشه. بعد از اون اما حدودی که ساین داره یعنی چی؟ یعنی این ساین داره صفر میشه چون که ساین صفر درجه صفره. باز بعد از اون این هم که هسته ساین صفر درجه صفر صفر جمع یک پس کلن چی میشه؟ پس کلن یک میشه. دیگه قیمت ها چکار میکنیم؟ به جای وضع میکنیم قیمت ها رو که به جای وضع کردیم. ببینیم از اینجا من چی به دست میارم؟ وای دوزه بر به دست میارم چون که کسان صفر درجه یک یک ضرب وای دوزه بر خود وای دوزه بر یا باشه که اسم ببنم سن نوشته میکنم که ضرب کسان صفر باز بر از دوزه نوشته میکنم که مصبت وای سزه بر وای سزه بر تنها می نویسیم میگیم که مصبت باز دوباره وای دوزه بر ضرب کوساین چی؟ ضرب کوساین صفر. میگیم که مساوی میشه به منفی را بنویسیم که کوساین صفر بنویسیم. بعد از اون نوشته کردم به استپ بعدی یا در مرحله بعدی که هستم کوساین صفر قیمت ها رو میگذارم. کوساین صفر رو بگذارم چند میشه؟ یک. یک ضرب وای زبر نوشته میگن که وای زبر مثبت را نوشته میگن که وای زبر مثبت دوباره وای زبر باز بعد از اون میگم که مساوی میشه به کوساین صفر هم که هست یک علامه چون که منفیه منفی را چیکار میکنه بنویسیم. وای دو زبر ما قیمت داریم. وای دو زبر قیمت هست چند؟ این هم هست منفی یک، این هم هست منفی یک. بعد از اینکه منفی یک باشه ببینید به استپ آخری که هستن ما شما چیکار میکنیم؟ این یعنی همین وای دو زبر قیمت هست چند؟ وای دو زبر قیمت هست منفی یک. این که منفی یک باشه باز بعد از به این منفی یک دیگه به این منفی یک که به این طرف مساوات به این چیکار میشه؟ به این خلاص میشه. وقتی که خلاص بشه از این من نوشته میکنم که وای سه زبر وای سه زبر مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به یک. چرا که به عوض از این وای دو زبر که ما منفی یک بگذاریم منفی یک این طرف آوریم حاصل چی میشه؟ حاصل مثبت میشه. خب ببینین سوال واضح شد. اف صفر مساوی به صفره، اف زبر مساوی به چند؟ مساوی به یک. یا وای دو زبر که هست مساوی به منفی یک، وای سه زبر مساوی به یک شده. خب وای چهارم که هسته وای چهار زبر میگه مساوی به چند بشه؟ نوبت به چی میشه؟ نوبت به منفی یک میشه دیگه. یعنی نوشته میگنه که منفی یک یعنی همون که مشتق تابع توانه که مثلا دو تا زبر داشته باشه یا زبرهای تعداد جفت باشه حاصل منفی یک میشه. زبرهایی که مثلا تاق باشه که مثلا یک و سه و پنج و اینا حاصل چند میشه؟ حاصل منفی میشه. بله زون و قسمت بعدی یا در قدم بعدی ما شما چیکار میکنیم؟ در قدم بعدی که هست ما شما فرموله داریم. فرموله که می نویسیم باز بعد رو قیمت ها چیکار میکنیم؟ به جای وضع میکنیم. ما فرموله میشه که به صورت مستقیم از این سوال بگیریم. فرموله که از این سوال ما شما گرفتیم میگیم که این سوال ما شما این سوال ما شما که هسته ما شما فرمول چیکار میکنیم؟ می نویسیم به این سوال بعدی. خب فرموله که ما شما نوشتیم باز بعد ببینیم fx ما شما قیمت چنده؟ fx یعنی مطابق هسته ln یک مثبت sin x. الان من اینجوری نوشته میکنم که ln یک جمع ساین x میگم که برابره با f0 قیمت رو داشت میم صفر جمع x بر یک خو x میشه دیگه. f زبر صفر قیمت چند شده؟ f زبر صفر قیمت شده f زبر یک شده. نوشته میکنم که یک هم لازم برنوشتن نیه یعنی x خود از یک هسته. باز باز جمع این می نویسم که x مربع بر چی؟ x مربع بر 2 فاکتوریال. f دو زبر قیمت چند؟ f دو زبر قیمت منفی یک. نوشته میکنم که ضرب منفی یک. باز بعد نوشته میکنم که مثبت. این نوشته میکنم که x به توان 3 بر 0 فاکتوریال. x به توان 3 بر 0 فاکتوریال که من نوشته کردم. باز بعد دو. f سه زبر قیمت هست یک. یک هم لازم به نوشتن نیه. نوشته میکنم که مثبت. x به توان 4 بر. این هم نوشته میکنم که چی؟ بر 4 فاکتوریال. وقتی که بر 4 فاکتوریال نوشته کردیم ضرب منفی یک هم بنویسیم. خب ضرب منفی یک یا ضرب منفی که ما بنویسیم دیگه به این شکل سعی میکنیم که به سوال چی تقریبا وارد میشه. در استپ بعدی یا در قدم بعدی ln یک مثبت ساین اکس خود از این هست میگیم که مثلا میشه به این صفر لازم بنوشتن نیه. نوشته میکنم که اکس منفی اکس مربع بر چند؟ اکس مربع بر 2. باز بعد از اون نوشته میکنم که مثبت x به توان 3 بر 0 فاکتوریال قیمت رو چند میشه؟ میشه به 6. باز برای منفی x به توان 4 بر 4 فاکتوریال هم که هست قیمت رو چند میشه؟ میشه به 24 میشه. به این شکل از اشکال این سوال چیکار میشه؟ این سوال به صورت درست و واضح کار میشه. انشالله که این سوال رو هم یاد گرفته باشین. باز برای میگیم به دیگه که وقت از دست بدیم میگیم به سوال بعدی.
سوال بعدی که هسته لن چی داریم؟ لن سکند تکس داریم، گفته تا x به توان 6 چیکار کنیم؟ پیش ببرین. ببینیم چیکار میشه. از اینجا نوشته میکنیم که f x ما و شما می‌نویسیم که f x مساوی میشه به لن سکند x. باز بنویسیم. اولین کاری که میکنیم f صفر محاسبه میکنیم، میگه که مساوی میشه به لن سکند صفر که مساوی میشه به سکند صفر درجه است 1، لن 1 هم برابر با چی میشه؟ برابر با صفر میشه. f زبر x چیکار میکنم؟ f زبر x به دست میارم که f زبر x مساوی به چیه؟ مساوی به مو y زبر. دیگه میگم که مساوی میشه به لن x که مشتقل بگیرین، لن سکند سکند x که مشتقل بگیرین میشه به تانجانت. الان میگم که تانجانت x ضرب چیه؟ ضرب سکند x، ضرب سکند x. دیگه این که نوشته کردم که تانجانت x ضرب تانجانت x ضرب سکنت x، ایرم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که سکنت x، ایرم که نوشته کنیم بر، ایرم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که سکنت x. خب سعی میکنیم که برمو چی حاصل میشه؟ از اینجا سکنت به سکنت خلاص میشه، حاصل از این میگیم که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به تانجانت x. وقتی که تانجانت x شد نوشته میگنیم که y زبر مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به قیمت که وضع کنیم y زبر، یا میگیم که f زبر صفر، میگیم که مساوی میشه به اینا، می‌نویسیم که تانجانت صفر، که تانجانت صفر هم مساوی به چی میشه؟ مساوی به صفر میشه. برای میایم به استپ بعدی، به استپ بعدی نوشته میکنیم که f دو زبر به دست میاریم، f دو زبر x که به دست میاریم اینم y دو زبر. چی y دو زبر بگیم؟ چی f دو زبر بگیم؟ منتها علامه بین مساویه بندازیم دیگه. خب میگیم که برابر با تانجانت x که مشترک بگیریم، نوشته میکنیم که سکنت مربع x. باز برای به استپ بعدی نوشته میکنیم که y دو زبر مساوی میشه به سکنت مربع چی؟ سکنت مربع صفر. سکنت مربع صفر هم مساوی به چند میشه؟ مساوی یک میشه. میایم به استپ بعدی، به استپ بعدی که هست y سه زبر رو به دست میاریم، y سه زبر رو که به دست بیاریم میگیم که مساوی میشه به مشتق سکنت مربع که بگیریم میشه به دو سکنت مربع x ضرب چی؟ خب دو سکنت مربع x باید بنویسم، دو سکنت مربع x ضرب اینا نوشته میکنم که تانجانت x. باز بنویسم وقتی که این قیمت گذاری کنم، نظر به دلیل نظر به اینکه ما داریم تانجانت صفر داریم، تانجانت صفر ضرب هر چی که باشه او چی میسازه؟ او صفر میسازه. پس نوشته میکنم که به سادگی y زبر برابر با چی؟ برابر با صفر. میایم به استپ بعدی. در استپ بعدی که ما و شما اومدیم، سعی کنیم که به استپ بعدی باید چی محاسبه کنیم. ما و شما چیکار میکنیم؟ ببینید به عنوان سکند مربع ما و شما میتونیم که بنویسیم y دو زبر. پس یک ساده سازی میکنیم، نوشته میکنیم که y زبر مساوی میشه به دو سکند مربع قیمت، نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که y دو زبر نوشته میکنیم. وقتی که y دو زبر نوشته کنیم، تانجانت x هم چیکار میکنیم؟ خودمون بنویسیم. از اینجا y سه زبر که مشتق بگیریم چند میشه؟ y چهار زبر میشه. وقتی که y چهار زبر بشه میگیم که مساوی میشه به اونجا دو خود از هست مشتق y دو زبر بگیریم y سه زبر میشه، یعنی یک زبر به اضافه میشه. تانجانت x خود از هست بعد بعضی، یعنی مشتق حاصل ضرب ای تطبیق میکنیم، مثبت دو y دو زبر خود رو مینویسیم، تانجانت x که مشتق بگیریم حاصل میشه به سکند مربع x. وقتی که به این رقم شد، این حد اول که هست نظر به دو دلیلی صفر میشه. یک دلیلی که y دو زبر هم y سه زبر هم قیمت صفر هن، اینجا صفر صفر میشه. یک دلیل دیگه هم که هست تانجانت صفر درجه صفر میشه. میایم به قسمت بعدی، میایم به قسمت بعدی که ما و شما اومدیم، نوشته میکنیم که y چند؟ y چهار زبر، میگیم که مثلا میشه به دو خود از هست y دو زبر قیمت چند داریم؟ داریم که یک. نوشته میکنیم که دو ضرب یک ضرب سکنت مربع صفر درجه هم داریم که یک، اصل از این مساوی چی میشه؟ مساوی به دو میشه. بعد از اون میایم به y پنجم، همین y پنجم هم محاسبه میکنم دیگه، چون که یکی من که حوصله ندارم دیگه به همین قسمت توقف میندوسم. والا باز شما بی زحمت بخونه مشتق بعدی رو کار کنم دیگه. y پنجم میگم که مساوی میشه به، یعنی y چهار زبره که با مشتق بگیرم y پنجم به دست میاد، میگم که مساوی میشه به. ببینین این دو y سه زبره که ما مشتق بگیرم y چند زبر میشه؟ y چهار زبر میشه. y چهار زبر چیکار میکنم؟ y چهار زبر رو مینویسم. وقتی که نوشتم تانجانت x هم مینویسم، بازم نوشتم میکنم مثبت. به قسمت بعدی این دو y سه زبر رو مینویسم، دو y سه زبر که من نوشتم باز برای دو تانجانت x که مشتق بگیرم میشه با سکنت مربع، این رو نوشته میکنم که x.
مشتق اصل زر به خلاص شد باز بعد اونش نمیگه مثبت دو وای دو زبر به حد بعدی به حد که وای دو زبر مشتق بگیریم وای چند زبر میشه وای سه زبر میشه وقتی که وای سه زبر شد دیگه سکند مربع ایکس هم چیکار میکنیم سکند مربع ایکس هم مینویسیم وقتی که سکند مربع ایکس هم ما و شما نوشته میگنیم که مثبت دو وای دو زبر ها دو خود از یعنی دوی هم از اینجا میگه چند میشه حاصل چار میشه نوشته میگنیم که چار باز بعد از دو نوشته میکنیم که وای دو زبر ضرب سکند مربع چی؟ سکند مربع ایکس ضرب ایران نوشته میکنیم که تانجانت ایکس یعنی مشتق سکند مربع میشه به دو سکند مربع ایکس ضرب تانجانت ایکس خب ببینین به حد بعدی که هست اینجا ما وای سه زبر داریم چون که وای سه زبر صفره ای هم چی میشه؟ ای هم صفر میشه ای حد بعدی ما و شما وای سه زبر داره ای هم چی میشه؟ ای هم صفر میشه وقتی که ای هم صفر شد حد بعدی ما و شما چی داره؟ تانجانت داره تانجانت که داشته باشه ای هم چی میشه؟ ای هم صفر میشه چیزی که تنها و تنها باقی میمانه دو وای چهار زبر وای چهار زبر قیمت چند بوده؟ دو بوده خب ای هم تانجانت داره ای هم که تانجانت داشته باشه ای هم چی میشه؟ ای هم متاسفانه صفر میشه دیگه وقتی که صفر شد پس از اینجا نوشته میکنیم که وای چندم وای پنجم از این وای پنجم از این میگیم که مثلا میشه به چی؟ مثلا میشه به صفر بعد ما شما فرمول از بالا چیکار میکنیم؟ مینویسیم فرمول که نوشتیم این قیمت هایی که مثلا اف صفر صفر شده اف زبر چند شده؟ اف زبر هم صفر شده باز بعد از وای دو زبر یک شده وای سه زبر صفر شده قیمت ها چیکار میکنیم؟ وضع میکنیم از اینجا ما شما یگانه کاری که میکنیم فرمول چیکار میکنیم؟ فرمول میگیریم فرمول که ما شما از اینجا گرفتیم به اینجا چیکار میکنیم؟ میایم تطبیق میکنیم بعد از اینکه به این تطبیق کردیم ما اینجا داریم که به این شکل میرسیم که چی؟ نوشته میکنیم که اف ایکس به این وضع اف ایکس نوشته میکنیم که لان سکند چی؟ لان سکند ایکس میگم که مثلا میشه اف صفر قیمت چی بوده؟ صفر بوده باز بعد از اون جمع اف زبر صفر هم قیمتی بوده چی؟ بوده صفر جمع این نوشته میکنیم که ایکس مربع بر دو ایکس مربع بر دو فاکتوریال اف دو زبر قیمت چند بوده؟ اف دو زبر قیمت بوده یک ضرب یک هم که بکنیم تغییر وارد نمیشه جمع اف سه زبر قیمت چی بوده؟ اف سه زبر قیمت صفر بوده این هم صفر میشه باز بعد جمع نوشته میکنیم که ایکس به توان 4 بر 4 فاکتوریال ضرب مشتق چهارم مشتق چهارم که هسته وای چهار زبر وای چهار زبر میگه که مساوی به دو بوده پس اینجا چند نوشته میکنیم اینجا هم دو نوشته میکنیم نوشته میکنیم که ضرب دو که نوشتیم مشتق پنجم یکی بعدی هم که هسته صفره یکی بعدی هم که صفر باشه مشتق ششم هم خوشم کارخانگی دادیم پس نوشته میکنیم که ln سکنت x میگیم که مساوی میشه به این صفرایی چی اینجا نوشته میکنیم که x مربع بر دو فاکتوریال یا دو باز بعد مثبت از اینجا هم x به توان 4 حاصل چند میشه x به توان 4 حاصل میشه به خود 4 فاکتوریال میشه 24 24 که مثلا به 12 به 2 اختراع کنیم 12 میشه نوشته میکنیم که x به توان 4 بر 12 این به شکل ازش کالی چکار میشه این لان سکنت x کلان چکار میشه لان سکنت x مثلا میشه x به توان 4 بر x مربع بر 2 مثبت x به توان 4 بر 12 کلان سوال خاتمه پیدا میکنه باز برد ان شاء الله که یاد گرفته باشیم درس ما شما با این قسمت چیکار میشه خلاص میشه تشکر از توجه